آقا ممنونم، دستونو در نکن. فقط بی زحمت کتابم هست که موند پیش شما. ممنون. صدا بسته بچه ها؟ بسیار خوب. به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت دانش آموزان پایه نهم سال جدید و خدمتتون تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خوب و موفقیت‌آمیزی ایشالله برای شما و خانواده محترمتون باش. مرسی. در ادامه تدریس درس علوم تجربی مبحث فیزیک فصل نهم ماشین ها رو میخواییم ادامه بدیم. خب ما آخرین مطلبی که قبل از عید گفتیم، تقریبا یه ماهی کلاس نداشتیم دیگه، آخرین مطلبی که گفتیم بحث اهرم‌ها و تعادل اهرم‌ها بود، خدمتتون صحبت کردیم. یادتون باشه ماشین‌های ساده گفتیم، مثل اهرم‌ها، سطح شیبدار، چرخ‌دنده‌ها، قرقره‌ها، اهرم‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم که چجوری در حال تعادل هستن، گشتاور چیه، همه اینا رو گفتیم. اما انواع اهرم‌ها رو می‌خوایم امروز تدریس بکنیم که من یه عکسی هم فرستادم برای آقای محمودی، فکر کنم قراره تو واتساپ تو گروه برای شما اون عکس رو بفرستن که گفتم فرستادن، که گفتم یه نگاهی بهش بندازید. خب پس امروز می‌خوایم بریم سراغ انواع اهرم‌ها. انواع اهرم‌ها. خب ما فقط اهرم نوع اول رو بررسی کردیم که تکیگاه بین دو تا نیروی محرک و نیروی چی بود؟ مقاوم بود. این حالت رو بررسی کردیم، حالتهای دیگر رو نگفتیم. اما اگه بخوایم دسته بندی بکنیم انواع اهرم ها رو، عرضم حضور شما که انواع اهرم ها، اهرم ها به سه دسته تقسیم میشن: اهرم نوع اول، دو اهرم نوع دوم، و سه اهرم نوع سوم. درست شد؟ اهرم نوع اول خودش سه حالت داره: حالت اول، حالت دوم، حالت سوم. حالت اول مثل، مانند، فعلا، الا کلنگ. حالت دوم مثل، عرضم حضور شما، دیلم، همون که باش سنگ و جا به جا میکنی. حالت سوم مثل قیچی کاغذ بوری. اینا علل حساب ها، بعدا مورد دیگه ای هم معرفی میکنیم. اهرم نوع دوم مثل فرقون، اهرم نوع سوم مثل جاروی فراش. پس اهرم اول، دوم، سوم، که اهرم اول خودش سه حالت داره. خب حالا میخوایم تک تک اینا رو بررسی کنیم، حالت ها رو، مزیت مکانیکی هر کدوم بگیم که چقدر هست، همه این موارد رو میخوایم بگیم. ابتدا بریم سراغ اهرم نوع اول. یک، اهرم نوع اول. خب تو اهرم نوع اول تکیگاه بین نیروی مقاوم و چی قرار داره؟ نیروی محرک. اهرم نوع اول در این نوع اهرم، در این نوع اهرم تکیگاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد. تقریبا یه همچین چیزی. این اگه در واقع سطح زمین باشه، این تکیگاه ما باشه، اینم اهرم ما باشه، یه تکیگاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار داره. خب حالا خودش سه حالت داره. ما ابتدا حالت اولش رو بررسی کنیم.
حالت اول. تو حالت اول تکیگاه بچه ها دقیقا بین این دوتا نیروه، یعنی دقیقا بین وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار داره. اگر تکیگاه دقیقا وسط نیروی محرک، نیرو محرکه ها چه با ای هم نشون میدن، حالا درسته ما تو کتاب با اف دو نشون دادیم، نیرو مقاوم رو با اف یک نشون دادیم، اما تو کتاب مبتکران و خیلی کتاب های دیگه ببینید با نماد ای نشون میدن، نیروی محرک و نیروی مقاوم که با آر نشون میدن، باشد تکیگاه دقیقا وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم آر باشد، دو بازوی محرک و مقاوم با هم برابرن. خب ببینن آقایون، این اهرم ما، این تکیگاه، گفتیم تکیگاه چیه؟ تکیگاه نقطه‌ایه یا محلیه که در واقع نیروی محرک و نیروی مقاوم میخوان دور اون بچرخن. مثلا این اگه یه نیرو باشه، اینم یه نیرو، میخواد اینوری بچرخه، این میخواد اینوری بچرخه. به اون نقطه تکیگاه که محل چرخشه، در واقع به اون نقطه میگیم تکیگاه. اما ببینن این مثلا جسم ماست. من بر اساس اون چیزی که آقای محمودی براتون فرستاده، کاغذی که فرستاده، ما یک کتابای خوبه که قشنگ دستبندی شده، بر اساس اون، شاید اونو تو موبایلاتون داشته باشید، طبق اون دارم رسم میکنم. خب ببینید این جسم ماست که روی اهرم قرار داره. چه نیرویی در واقع ایجاد میکنه؟ اف دو دیگه، نیرو اف دو ما هست. اینم نیرو اف یکی که ما وارد میکنیم برای اینکه جسم در حالت تعادل باشه، اف یک. حالا گفتم با نماد آرویی هم چیکار میکنن؟ نشون میدن. پس F1 عرضم به حضور شما نیروی که ما وارد میکنیم، حالا اینجا کتاب F1 و F2 نامگذاری کرده، من یه لحظه ببینم که با کتاب همخونی داشته باشه. نه، هر کتابی یه نامگذاریش متفاوت هست. بله درسته. F2 جسم، این در واقع نیروی مقاومه که همون وزن جسم ما هست. F1 هم نیروی چی هست؟ محرک ما هست. خب این فاصله ها تو دو طرف با هم برابره، دیه یک دیه یک چیه؟ بازوی محرک. دیه دو چیه؟ بازوی مقاوم. تکیگاه وسطه، یعنی دی یک با دی دو برابره. خب بچه ها وقتی دی یک با دی دو برابره، شرط گشتاور چی بود؟ اف یک دی یک ضرب مساوی اف دو دی دو باشه. وقتی دی یک و دی دو با هم برابره، پس نتیجه اف یک و اف دو باید با هم دیگه چی باشه؟ برابر باشه. پس نتیجه اف یک با اف دو برابره، هم بازوها برابره، هم نیروها با هم برابره، در چه اهرم در چه تعادله. خب وقتی دی یک و دی دو با هم برابره، اف یک و اف دو، مزیت مکانیکیمون چند میشه؟ مزیت مکانیکی چی بود فرمولش؟ اف دو به اف یک، درسته؟ خب اف دو اف یک با هم مزیت مکانیکی میشه یک، یا مزیت مکانیکی بود دی یک به دی دو که با هم برابر میشه یک. پس تو حالت اول مزیت مکانیکی همواره یکه، همیشه یکه. خب چه چیزی رو میتونیم مثال بزنیم برای حالت اول؟ الا کلنگ دیگه، ساده ترین چیز دیگه. پس مانند الا کلنگ، این از حالت اول. الا کلنگ ترازوی دو کفه ای تو این مغازه‌های قدیمی بود، ترازوهای دو کفه‌ای، حالا شاید شما ندیده باشید. این از حالت اول. پس سه تا چیزو باید بگیم. بگیم بازوها چه رابطه‌ای با هم دارن، نیروها چه رابطه‌ای دارن، مزیت مکانیکی چنده. اما مزیت مکانیکی شده یک، یعنی چی؟ یعنی دو به روی دو. خب چیزا رو من نیستم.
آها خب بچه ها یادتونه گفتیم که ماشینا به 4 طریق به ما کمک میکنن. 1 انتقال نیرو که اکثرا دارن، 2 افزایش نیرو، 3 تغییر جهت نیرو مثل قرقره یا اهرم، 4 افزایش نیرو و مسافت اثر نیرو. 4 تا که یادتونه گفتم هیچ وقت یه ماشین 4 تا رو همزمان انجام نمیده، حداقل سه تاشو میتونه انجام بده. خب آمیشه 1 یعنی چی؟ آیا نیرو قوی تر شده؟ نه، چون افکت و افتو با هم برابرن. خب پس این الا کلن چجوری به ما کمک کرده؟ از چه طریقی به کمک کرده؟ تغییر جهت نیرو. ببینید این جسم میخواد بیاریم بالا، ما جسم رو اینجوری ببریم بالا آسون تره یا نیرو رو به پایین وارد کنیم؟ نیرو رو به پایین وارد کنیم. پس این از طریق تغییر جهت نیرو به ما کمک میکنه. پس یادتون باشه آ مساوی 1، من توی اول اون کاغذم براتون نوشتم چجوری به ما کمک میکنه. ماشین با انتقال نیرو و انتقال نیرو همه دارن، نیرو منتقل میشه، با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو به ما کمک میکنن. خب این از این. پس ما الان تو اهرم نوع اولیم که تکیگاه بین دوتا نیرو هاست. حالت اولش تکیگاه دقیقا وسط قرار داره، دیک و دیدو برابر، افیک افتو برابر، با مزیت مکانیکیمون 1. مثال هم زدیم و گفتیم که 1 یعنی چی. خب این از حالت اول. ببینید حالت اول کسی سوال نداره دیگه، آسون بود دیگه. نرسیدیم که ساعت شیب دار که سوال نره. خب بچه تو حالت اول سوالی نیست یا آسون بود دیگه؟ خب بریم سراغ حالت دوم. بریم سراغ حالت دوم دیگه، مجبورم من اینجا رو پاک بکنم. خب حالت دوم، خب بازم تکیگاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار داره، اما به کدوم نزدیکتره؟ به نیروی مقاومه نزدیکتره. اگر تکیگاه بین نیروی محرک و مقاوم بوده و به نیروی مقاوم نزدیکتر باشد، بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. خب شکل به این صورت، این تکیگاه ما، این جسم ما که نیروی F2 اعمال میکنه، جسم این هم نیروی که ما وارد کردیم F1. F1 گفتیم نیروی محرکه، F2 نیروی مقاوم هست. خب این فاصله D2، این فاصله D1 بازوی محرک، D2 بازوی مقاوم. خب کدوم بزرگتره؟ D1 از D2 بزرگتره، یعنی بازوی محرک بزرگتر بازوی D1 بزرگتر از D2. خب ضرب این دوتا باید با هم مساوی باشه دیگه، F2 ضرب در D2 با F1 داده. حالا که D1 از D2 بزرگتره، نتیجه F2 هم باید از F1 بزرگتر باشه تا این تعادله حفظ باشه. در نتیجه F2 بزرگتر است از F1. خب بریم آمون رو حساب کنیم. آ مساوی است با آ چیه؟ D1 به D2. خب D1 از D2 بزرگتره، یعنی این آ از 1 چیه؟ بیشتره. آ از 1 بیشتره، D1 از D2 صورت از مخرج بزرگتره. پس اینجا مزیت مکانیکیمون از 1 بیشتر هست. این هم از این.
مثل چی گفتیم اینجا؟ مثل کدوم اهرم؟ چی میشناسید؟ کدوم وسیله؟ دیلم. دیلم در واقع این شکلیه دیگه، یه سنگ بزرگی رو که میخواید جا به جا بکنید، این اگه اهرم شما باشه، این تکیگاه، این جسمه، این نیرویی که شما وارد میکنید، این دیه یکه، این دیه دوه، این دیه یک، دیلم. پس مثل دیلم. دیگه چی؟ مثل انبرده است. مثل انبرده است. مثل قیچی فلزبری. اینا رو سعی کنید حفظ باشید که آقا توی امتحان اومده انبرده است، سریع بدونی که حالت اهرم نوع اول، حالت دوم. قیچی انواع مختلف داره. قیچی خیاطی، قیچی کاغذبری، قیچی فلزبری. اینا هر کدوم با هم دیگه فرق. این قیچی فلزبری. سیمچین. الان یه شکل براتون میکشم تا متوجه بشید چی جوریه. عرضم به حضور شما که خب این اگه شما انبردست در نظر بگیریم، انبردست، این تکیگاه، این نقطه تکیگاه، این در واقع نیروهای مقاومه، اون جسمی که میخواییم بگیریمش، این هم نیروی که ما وارد میکنیم، نیروی محرک. اف یک، این چی؟ اف دو، اف دو، این اف یک، نیروی محرک، نیروی مقاوم. خب این بازواست، دیه دو، این هم یه بازوی دیگه، دیه یک. کدوم بزرگتره؟ دیه یک. پس این الان شکل انبرده است، یا همون قیچی فلزبری هم همین شکله، دست بلنده، تکیگاه در واقع به نیروی مقاوم نزدیکتره. این هم از حالت دوم. سوالی نیست تو حالت دوم؟ حالت سوم. خب حال دوم سوالی نبود؟ خب آها، یه نکته یادم رفت. آ بزرگتر از یک یعنی چی؟ آ بزرگتر از یک یعنی چی؟ یعنی نیرو افزایش پیدا کرده. اینا دیگه اف دو بزرگتر از اف یک، یعنی نیرو ما رو قوی کرده. شما انبرده است، یه نیروی کوچیک وارد میکنی، اما میتونی مثلا یه جسمی رو چیکارش بکنی؟ بشکونیش با انبرده است، یا یعنی مثلا سیمچین یا قیچی فلزبری. پس آ بزرگتر از یک یعنی افزایش نیرو. مزید میکنی یا یک بیشتری، یعنی چی؟ یعنی نیرو ما قوی شده. ماشین با افزایش نیرو به ما کمک میکنن. آ مساوی یک گفتیم با تغییر جهته. آ بزرگتر از یک با افزایش نیرو به ما کمک میکنه. این تغییر جهت نداره دیگه. نه، این تغییر جهت نداره. این فقط چی هست؟ عرضم حضور شما که افزایش. تغییر جهت یعنی که آقا شما نیرو رو رو به پایین وارد میکنی، اما جسم میره به سمت بالا. یعنی شما به جای اینکه اینو به این صورت، نه، این شکلی که من کشیدم، میخوام بگم که اون جسمه که بینشه، مثلا ما میخوای سیمی، اون تو داری نیرو وارد میکنی و اون داره مقابله میکنه باهاش، ولی به دست ما داریم به این صورت نیرو وارد میکنیم، اون داره بگم نیرو هم به اون اونوریه، فقط اون داره مقابله میکنه با اون نیروی شما. مثلا قرقره تغییر جهته، شما تناب قرقره رو میکشی رو به پایین، اما جسم میره رو به بالا. بگو آتیلا، بگو آقا آتیلا. استاد سلام. استاد یه سوال، من دی یک و دی دو رو متوجه نشدم توی انبرده است. ببین این دسته ها مگه نیست؟ اینجایی که ما به دسته داریم نیرو وارد میکنیم، درسته؟ پس اینجا میشه اف یک، نیرو که ما وارد کردیم. این وسط هم تکیگاه دیگه، این فاصله تکیگاه تا اونجایی که ما نیرو وارد کردیم میشه دی یک. اینجا بین این دو تا دهانه انبرده چی قرار میگیره؟ اون جسم قرار میگیره دیگه،
جسم اون اینجا درسته. قرار میگیره. پس فاصله جس تا تکیگاه میشه دی دو، بازوی مقاوم. متشکرم. خب حالت سوم، تو حالت سوم تکیگاه این دفعه میره به چی نزدیک میشه؟ به اف یک، یعنی نیروی محرک نزدیک میشه. حالت سوم اگر تکیگاه بین نیروی محرک و مقاوم بوده، که اینو میدونیم تکیگاه بین نیروی مقاوم بوده و به نیروی محرک نزدیکتر باشد، بازوی مقاوم این دفعه بزرگتره، بزرگتر از بازوی محرک است. محرک است. حالا میگیم مثل چی؟ خب شکل رسم بکنیم. این شکل ما، این تکیگاه ما، این جسم ما، جسم که نیرویی که داره چیه؟ اف دو. این هم نیرویی که ما وارد میکنیم، اف یک. خب این دی یکه، این دی دوه. همونطور که میبینید دی دو بزرگتر از دی یکه، یعنی بازوی مقاوم از بازوی محرک بزرگتر. خب وقتی دی دو بزرگتره اف دوش باید کمتر باشه دیگه، برعکسه. نتیجه اف دو کوچیکتر است از اف یک، چون ضرب این دوتا باید با هم برابر. وقتی دی دو از این بزرگتر است اف دوش باید کمتر. مزیت مکانیکیش میشه چی؟ خب مزیت مکانیکی مگه نیست دی یک به دی دو، دی یک به دی دو. خب دی دو بزرگتر، یعنی مخرج بزرگتره، پس نتیجه مزیت مکانیکی از یک کمتره. پس مزیت مکانیکی سه تا حالت، یا یک، یا بزرگتر از یک، یا کوچیکتر از یک. کوچیکتر از یک یعنی چی؟ یعنی نیرو قوی میکنه؟ نه، چون اف یک و اف دو که با هم در واقع بیشتر نیست اف دو. پس این چی کار میکنه؟ اون چهارمین حالت گفتیم آقا افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو. پس آ وقتی کوچیکتر از یک، یعنی مفهومش چیه؟ ماشین با، من رو نگاه میکنم میخوام کلمات توی موقع اشتباه نگم، ماشین با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو به ما کمک میکنند. ماشین با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو به ما کمک میکنند. مثل چی؟ مثل جاروی چیزی که همیشه میگن جاروی فراشی. ارزم بود نه مزن میخوام جاروی فراشی نه اجازه بده اون جاروی فراشی مال حالت سوم هستش. ارزم به حضور شما که مثل قیچی کاغذبری، میگم الان مثل قیچی توی ماشین فراشی هم کوچیکتر از یک هستا، ولی اهرم نوع اول نیست، اهرم نوع سومه. قیچی کاغذبری، قیچی خیاطی. خب قیچی های خیاطی اینا برعکس انبردست اینا هست، این شکلیه قیچی ها. یعنی اینجا که تکیگاهه، اینجا اف نیروی که ما وارد میکنیم اف یک، اینجا نیرویی که قیچی، لبه های قیچی بلنده، اینجا اف دوه. اینجا دسته بلند بود تو انبردست، اینجا لبه ها تیغه ها بلندتره توی قیچی. خب شما یه برش که میزنی کل کاغذ برش میخوره، پارچه برش میخوره. نیروتون رو زیاد نکرده، سرعتتون رو زیاد کرده. درست شد؟ آ کوچیکتر از یک. حالا بعدا مثلا تو جارو فراشی، بچه چرا این فراش ها یا سپورا توی خیابون از این جارو دسته بلند، با یه حرکت کل منطقه رو چیکار میکنن؟ جارو میکنن. درست شد؟ پس آ کوچیکتر از یک یعنی با افزایش سرعت، مثل قیچی کاغذبری و قیچی. پس ما سه جور قیچی داریم، کاغذبری، خیاطی، فلزبری. هر دوتاشون اهرم نوع اولن، چون تکیگاه بین اون دوتاست. منتها اون کاغذ فلزبریه شد حالت اول، اینا شد حالت سوم.
که مزیت مکانیکی از یک کمتر است. خب این پس حالت اول بود، تکیگاه بین دوتا که سه حالت بود، یا وسط یا به نیروی مقاوم نزدیکتر یا به نیروی محرک نزدیکتر. مزیت مکانیکی اول یک بود، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، ولی هر سه تا شدن حالت اول. خب اگه توی این حالت سوم هم سوالی هست بفرمایید. همونطور که ببینید تو کتابتون هیچ اشاره ای نکرده، فقط گفت آقا اهرم، فقط هم همون اهرم نوع اول رو چیز کرده. آقا رضا بگو سوالتو. استاد سلام. سلام بفرمایید. استاد یه سوال داشتم، تو این نوع کمکش فقط سرعت و مسافت اثر نیروه؟ ببین انتقال نیرو که هست، همیشه انتقال نیرو وجود داره، نیرو منتقل شده که اون قیچی تونسته کاغذ رو ببره، ولی غیر از اون دیگه چی هست؟ افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو. نیرو رو که زیاد نمی‌کنه، چون اف دو از اف یک بزرگتر نیست. پس میشه همون دوتایی که گفتیم. گفتیم دیگه چهار راه داریم، از این چهار راه حد اکثر سه تاست، که حالا بعضیا عین سه تا رو دارن، بعضیا فقط دو تا رو دارن. خب بریم حالا سراغ اهرم نوع دوم. آره اهرم رو میگیم، غیرغیره رو میخواد بگیم. خیلی این اهرم ها مطلب و نکته داره. آره دیگه، حالت پس اولش تکیگاه بین دوتا نیرو بود که خودش سه حالت داشت، یا وسط بود، یا دی یک از دی دو بزرگتر بود، یا دی یک از دی دو کوچکتر بود. تموم شد. مثالش هم که گفتیم، اولیه شد الا کلنگ، ترازوی دو کفه ای، دومی شد انبردست، قیچی فلزبری، سیمچین، سومیه شد قیچی کاغذبری، قیچی خیاطی. خب حالا بریم سراغ اهرم نوع دوم، شماره دو، اهرم نوع دوم. اهرم نوع دوم تکیگاه دیگه بین دوتا نیروها نیست، تو یک سر میل است، تو یک سر میله، که به کدوم نزدیکتره؟ به کدوم نیرو نزدیکتره؟ به نیروی مقاوم نزدیکتره. اجازه بدید من این جمله رو بنویسم که موقع اشتباه نکنم. در این نوع اهرم نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیگاه قرار دارد. نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیگاه قرار دارد. در این حالت، در این حالت بازوی محرک بزرگتر از بازوی چیه؟ مقاوم است. بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. خب یه شکلی اگه بخوایم براش رسم بکنیم، این میله ما، این تکیگاه، تکیگاه تو یک سره، درست شد؟ این جسم ماست، این جسم ماست، یعنی نیروی چی؟ اف دو. اینم نیروی ماست، اف یک. جس داره رو به پایین نیرو وارد میکنه، پس نیروی من باید رو به بالا باشه دیگه، چون گشت و براشون باید مخالف هم دیگه باشه، درسته بچه ها؟ این پس اف دو که رو به پایینه و اینم اف یک. خب فاصله اف دو تا تکیگاه، این فاصله میشه دی دو، این فاصله میشه دی یک. همونطور که میبینی دی یک از دی دو بزرگتره، دی یک بزرگتره. خب اگه دی یک بزرگتره، پس اف یک باز از اف دو کوچیکتر باشه، اف یک باز از اف دو کوچیکتر باشه. بازدمون چقدره؟ مزیت مکانیکیمون چقدره؟ خب بعد دی یک به دی دو دیگه، دی یک از دی دو بزرگتره، دی یک به دی دو. پس آ بزرگتر است از یک، مزیت مکانیکی از یک بیشتره.
از یک بیشتره گفتی یعنی چی؟ یعنی نیروی ما رو افزایش میده. نیرو را نیرو را افزایش میدهد. این اهرم نیرو را افزایش میده. خب مثل چی؟ مثل فرغون. شما با فرغون با یه نیروی کوچیک یه بار نمیدونم سیمان آجر رو چیکار میکنی؟ هم میکنی. مثل فرغون. دیگه تو سه چی؟ جک ماشین. شما با یه نیروی کوچیک ماشین رو بلند میکنی. دیگه چی؟ گردو شکن یا همون فندق شکن مثلا گردو شکن. خب عرضم به حضور شما اگه بخوایم فرغون رو رسم بکنیم، حالا شکلش توی کتابتون هست، این در واقع فرغون اگه بگیریم، اینم چرخ فرغون، اینم باری که روی فرغون هست. ببینید این جسم بارمون رو فرغون. خب این نیرو رو به پایین وارد میکنه دیگه، F2. ما نیرو رو به بالا چی ایجاد میکنیم؟ F1. تکیگاه اینجاست، چرخ تکیگاهه، تکیگاه، چرخ تکیگاهه. این میشه چی؟ دیه دو. این میشه چی؟ دیه یک. پس فرغون اهرم نوع دوم هست. تکیگاه توی یک سر، جسم به تکیگاه نزدیکه. اینم از این. جک هم اینطوری دیگه. شما جکو که زیر ماشین قرار میدی، جکو که زیر ماشین قرار میدی، جک در واقع اون محلش میشه تکیگاه، ماشین میشه جسم ما، نیرو هم که ما وارد میکنیم. یا گردو شکن رو اگه بخوایم یه عکسش رو براتون رسم بکنیم، تقریبا یه همچین شکلیه گردو شکن. اینجا تکیگاهه، این جسمیه که اینجا قرار میگیره، اون گردوه، جسم. یعنی نیروی چی؟ F2. این هم نیروی که ما وارد میکنیم، F1، گردو شکن. این تکیگاه، این نیروی مقاوممون که به تکیگاه نزدیک تره. این هم نیروی محرکی که ما وارد میکنیم. اهرم نوع دوم. سوالی نیست تو اهرم نوع دوم؟ خب بریم اهرم نوع سوم. اهرم نوع سوم. خب این دفعه تکیگاه به کدوم نیرو نزدیکتر میشه؟ به نیروی محرک نزدیکتر میشه. در این نوع اهرم، در این نوع اهرم نه دیگه، یه چیز دیگه، جسم همیشه به چی نزدیکه؟ به تکیگاه نزدیکتره. حالا اینجا عقب بره جلو بره، همیشه نزدیکتره. در این نوع اهرم نیروی محرک بین نیروی مقاوم، نیروی محرک بین تکیگاه و نیروی مقاوم قرار دارد. بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی چیه؟ محرک است. خب شکل رو رسم بکنیم. دوباره این اهرم، این تکیگاه ما، این جسم ما، جسم F2، اینم F1، نیروی که ما رسم کردیم F1، جا این از این. خب این میشه دیه یک، از اینجا تا اینجا میشه دیه دو. همونطور که ببینید تکیگاه به نیروی محرک نزدیکه، نیروی محرک. خب الان دیه یک کوچیکتر است از دیه دوه. خب نتیجه F1 بزرگتر از F2 میشه. وقتی دیه یکش کمه، F1 یکش باید بزرگتر. خب آ میشه چی؟ کوچیکتر از یک. دیه یک از دیه دو کوچیکتر. خب گفتیم آ کوچیک‌تره، یک چجوری به ما کمک میکنه؟ همین گفت افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو. افزایش مسافت و سرعت اثر
نیرو به ما کمک میکنن. خب مثل چی؟ مثل جاروی فراشی. حالا جارو فراشی شکلشو براتون رسم میکنم. جاروی فراشی، آره، انبر یخگیر توی یکی از تستا اومده بود. انبر یخگیر کدوم اهرمه؟ انبر یخگیر که حالا شکلشو براتون رسم میکنم. بعد قاشق چنگالامون، قاشق چنگال یادتون باشه، قاشق و چنگال، اینا جزو اهرمای نوع سومه. قلاب ماهیگیری، قلاب ماهیگیری. انبر یخگیر رو رسم بکنی. انبر یخگیر اینجوریه دیگه ها، انبر یخگیر تقریبا این شکلی، این تکیگاهشه، انبر یخگیر این تکیگاهه، این یخه که اینجا قرار میگیره، یخ، درسته؟ رو لبه هاش یخ. پس این میشه چی؟ F2. ما از اینجا میگیریم دیگه، انبر یخگیر رو از اینجا میگیریم، این میشه نیروی ما، این میشه F1 ما. آره درست شد؟ خب همونطور که میبینید F1 به تکیگاه نزدیکتره، F2 دورتره. پس این هم از انبره. دیگه گفتی چی؟ مثل آره جاروی فرچی، چکش، منگنه، منگنه. عرضم به حضور شما که ساعد دست، میدادم چرا؟ ساعد دست. حالا ساعد دست الان تو کتاب میبینید. این هم پس از اهرم نوع سوم. گفتم جاروی فراشی، شما با یه حرکت کل مسافت رو جارو میکنی. تو چی صرف جویی میشه تو جارو فراشی؟ تو وقت، در وقت. پس یه نتیجه، نکته، وقتی آ کوچیکتر از یکه، در وقت چی میشه؟ صرف جویی میشود. یادم توی یکی از تستا بود، کدوم حالت صرف جویی میشه؟ A1 اهرم نوع سوم، سرعت تو افزایش میده. خب اینم از اهرم نوع سوم. حالا من الان عکس جارو فراشی ها میخوام براتون رسم کنم. سوال نیست تا اینجا از اهرم نوع سوم؟ برای خودتون جارو فراشی رو رسم کنید ببینید که چجوریه. سوال داره؟ بگو چیه بازش کنم. سلام، بفرمی. آقا میخواستم بدونم که توی اهرم نوع سوم یعنی ما از وسط اهرم میایم نیرو وارد میکنیم، چجوری میشه؟ نه بس وسط وسط نه، جایی که تو نیرو وارد میکنی به تکیگاه نزدیکه. مثلا انبر رو نگاه کن، یخگیر، شما کجای انبر یخگیر میگیری؟ یا اون چیزی که باش زغال بلند میکنی، چه اسم این منقل پنقل زغال باش بلند میکنی؟ مقاش انبر دیگه، زغال باش بگیری، این هم همینه دیگه، درست شد؟ شما از اینجا میگیری دیگه، اون جسم شما یخ بین دوتا لبه هاست، یعنی نیروی مقاوم. مرسی. خب عکس جارو فراشی رو من براتون رسم بکنم. جارو فراشی عکس ساده اگه بخوایم براش رسم بکنیم، این جارو فراشی، جاروی فراشی، اینجا تکیگاهه. شما جارو رو اینجوری میگیرید، درست؟ یه دست تکیگاهه، با یه دست دیگه نیرو وارد میکنی، درست شد؟ پس اینجا میشه تکیگاه، تکیگاه. این چیه تکیگاه؟ همون دست اوله، دست اول تکیگاهه. اینجا دست دومته، دست دوم که با چی وارد میکنی؟ نیرو وارد میکنی. اسم این نیروه چیه؟ F1 دیگه، نیروی محرک، نیروی محرک. این همون جسما، آشغالایی که جارو میزنی. پس اینجا هم F2
نیروی مقاوم، تکیگاه یه گوشه، نیروی محرک بین تکیگاه و نیروی مقاومه، اهرم نوع سوم. خب نگاه کن این فاصله نیروی محرک تا تکیگاه، این میشه دی یک، بازوی محرک. این فاصله یعنی از اف دو تا تکیگاه میشه دی دو، یعنی کل طول جارو. طول جارو میشه بازوی مقاوم، درسته؟ خب همونطور که میبینی دی یک کوچیکتر است از دی دو و مزیت مکانیکیمون از یک کوچیکتر هست. پس تو امتحان ممکنه بگن آقا جارو فراشی رو رأس کن، نیروهای محرک مقاوم، بازوی محرک مقاوم رو نشون بده و بگو مزیت مکانیکیش چنده که این شکل رو باید براش رأس بکنی. سطح شیبدار یه ماشین ساده دیگه است که بعداً بهش میرسیم دیگه، قرقره رو بگیم، چرخ دنده رو بگیم، بعد فلان. خب اینم از این. خب بچه ها کتابتون رو باز کنید، کتاب باز کنید، صفحه 101 کتاب رو بیارید. صفحه 101 کتاب. خب صفحه 101 کتاب بالای قرقره، تیتر قرقره رو بیارید، بالاش یه فعالیته، درسته؟ بالاش یه فعالیت هست. گفته اهرم ها در بسیاری از ماشین های معمولی دیده می شوند. اهرم ها را می توان بر حسب محل قرار گرفتن تکیگاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم بررسی کرد، که این کار را انجام دادیم. در هر یک از شکل‌ریزی تکیگاه و محل وارد کردن نیرو محرک نیرو مقاوم را نشان دهید. از وزن اهرم‌ها چکار بکنی؟ صرف نظر بکنی. درست شد؟ مال من 101 شما داشت. بیا ببینم کتاب تو. نه دیگه عزیز 101 دیگه پسر. نه دیگه 101. آره صفحه 101 اون پایین. خب شکل سمت چپ، شکل سمت چپ، خب چی کشیده؟ انبردست، درسته؟ شکل سمت چپ انبردست، زیرش هم این اهرمه، انبردست. خب من از نقاشیم زیاد خوب نیستش. خب این از این تکیگاه، این افه دو، این اف یک سبز کشیده، این هم اف دو. خب این شکل سمت چپ. تکیگاه کجاست؟ اینجاست، گفتیم تو انبرده است، این تکیگاهه، درست شد؟ این نیرویی که ما وارد میکنیم اف یک، نیروی محرک، این هم نیروی مقاومه، اون جسمی که قرار میگیره، نیروی مقاوم اف دو، درست شد؟ خب کد اینم بازو دی یک، این بازو دی دو. خب دی یک از دی دو بزرگتره، مزیت مکانیکی از یک بیشتر میشه. خب این کدوم اهرمه؟ اهرم نوع اول، دوم، سوم؟ اهرم نوع اول دیگه، تکیگاه بین این دوتاست، پس اهرم نوع اول. اهرم نوع اول کدوم حالت؟ حالت اول که نیست، اول وسطه، حالت دومه که به این نزدیکتره، به نیروی مقاوم. پس حالت دوم، اهرم نوع اول حالت دوم. خب این از شکل سمت چپ که گفتیم مثل این انبرده است، قیچی فلزبوری، این از این. خب بریم سراغ شکل بعدی، فرغون. همین الان براتون رسم کردم فرغونو، فرغونو براتون همین الان رسم کردم دیگه،
گفتیم فرغونو که فرغون اهرم نوع چندمه دومه. فرغون اهرم نوع دوم. قشنگ شکل فرغونو تو تخته قبلی براتون رسم کردم. اما بریم سراغ ساعد. ساعد دست. خب ساعد دست الان اینجا گفتیم اهرم نوع سومه. ساعد دست اهرم نوع سوم هست. خب نگاه کنید بچه ها، اون وزنه ای که تو دستتونه اون نیروی مقاومه. شکلتون رو نگاه بکنید، اون وزنه نیروی مقاومه. وزنه نیروی مقاومه یعنی F2. تکیگاه کجاست؟ آرنج. آرنج تکیگاه شماست. پس آرنج تو کتاب علامت بزنید تکیگاه. وزنه F پایین نیروی مقاوم، آرنج تکیگاه، ساعد دست کمک میکنه اینو بیاری بالا. درسته؟ پس ساعد در واقع میشه نیروی محرک. خودش فلش زده براتون. تو شکل نگاه بکنید، آرنج تکیگاه، اون فلش قرمز که رو به پایینه F2، فلش سبز که رو به بالا ساعده اون F1. کدوم حالت میشه؟ اهرم نوع سوم. دیه دو بزرگتر از دیه یک، اف یک و آ کوچکتر از یک. خب اینو با چند دفعه به اهرم‌ها رو بخونی تا قشنگ انشالله جا بیفته. حالا میخوام یه مسئله از اهرم‌ها حل بکنم. ما جلسه قبل از اهرم‌ها مزیت مکانیکی به دست آوردیم. آقا این اهرم مزیت مکانیکی چنده؟ منتها اون مثالایی که ما قبل از ایت حل کردیم اهرم چی بود؟ نوع اول که مزیت مکانیکیشو حساب کردیم. حالا میخوایم از اهرم‌های نوع دوم و سوم مزیت مکانیکی به دست بیاریم. پس بریم یه تمرین بنویسیم. ها سوال داری آقا رضا؟ استاد الان گفتین استخوان ساعد میشه ساعد دست نوع سوم، استخوان فک هم بس این ساعد دیگه، پس اونم نوع سوم میشه. فک که شما میخوای چیزو گاز بزنی اونم میشه اهرم نوع سوم، چون تکیگاه انتهای دهانه، بعد اون ماهیچه ها حالت ساعد رو داره که نیروی محرکه، جلو که دندونا باشه مثلا جسم رو میگیره نیروی مقاومه، یعنی گاز زدن یه جسم هم میشه اهرم نوع سوم. ممنون است. تا یک از تستا اومده بود. خب حالا بعدا میگیم. یه تمرین حل بکنی. مزیت تمرین، مزیت مکانیکی اهرم زیر کدام است؟ مزیت مکانیکی اهرم زیر کدام است؟ گزینه هاش، گزینه 1 5، گزینه 2 1/5، گزینه 3 6، گزینه 4 1/6. این عرضم به حضور شما ورودی نمونه دولتی تهران 99400 بوده. 99400. اما شکلینه، شکلینه این تکیگاه ماست، این جسم ماست، این F1 ماست و اینم F2 ما. بعد عرضم به حضور شما این فاصله رو داده 8 سانتی متر، این فاصله رو داده 0.4 متر. اهرم نوع اوله؟ اهرم نوع اوله؟ نه اهرم نوع اول نیست. اهرم نوع اول تکیگاه اون وسط مسطح هاست، پس این اهرم نوع اول نیست. ما قبلا مزیت مکانیکی برای اهرم نوع اول به دست آوردیم، حالا اینجا مزیت مکانیکی برای اهرم حالا نوع دوم و سوم، که خب اینجا نوع سوم هست. برید مزیت مکانیکی رو حساب کنید، هر کی جوابو به دست آورد تایپ کنه.
بگه عددش چند میشه. خب خب بچه های تو خونه کیا به دست آوردن؟ گزینه یه گزینه چهار فلان. خب بچه ها بسیار بریم ببینیم مزیت مکانیکی فرمولاش چیه؟ مزیت مکانیکی هست F2 به F1 یا مساوی است با دی یک به دی دو. خب اف دو اف یک رو که من ندارم، پس از اون راه نمیتونم حل بکنم، از این باید حل کنم، برم دی یک هم رو حساب کنم. دی یک چیه؟ فاصله نیروی اف یک تا تکیگاهه. این دی یک ما هست که چقدر؟ 8 سانتی متر. دی یک 8 سانتی. دی دو چیه؟ فاصله اف دو تا تکیگاهه، یعنی این فاصله، این دی دوه که یه چهاردهم متر به علاوه یه 8 سانتی متر. درسته؟ یه چهاردهم متر به علاوه 8 سانتی متر میشه دی دو. خب این متر رو باید به چی تبدیل کنم؟ به سانتی متر. چهاردهم متر یعنی چند سانتی متر؟ 40 سانتی متر به علاوه 8 سانتی متر، 48 سانتی متر. بیایم حالا جاگذاری کنیم. دی یکمون چقدر شد؟ 8 سانتی متر. دی دومون 48 سانتی متر. سانتیمتر با سانتیمتر میره. 8 به 8 یه مرتبه، 48 به 8 6 مرتبه. جواب 1 ششم. کدوم گزینه؟ گزینه 4. گزینه 4. همین سوال، سوال آزمون، آزمون ورودی نمونه دولتی بوده. اشکالی نیست؟ چه وقت داریم؟ 20 دقیقه. تا چنده؟ تا 45 تا 11 تا 20 دقیقه وقت داریم دیگه. خب بچه ها اینم از اهرم، در واقع طبقه بندی اهرم ها. حالا بعدا از این مزیت های مکانیکی باز مسئله حل میکنیم. بریم یه مقدماتی از غرغره ها هم بگیم. غرغره هم خیلی مطلب داره، یه مقدماتشو بگیم، بعد ایشالا ادامه شو جلسه بعد میگیم. خب یه من تا تخته رو پاک میکنم یه استراحتی یکی دو دقیقه ای بکنید. خب بریم سراغ غرغره ها. ماشین های ساده اهرم بود، غرغره بود، چرخ دنده و سطح شیبدار، چرخ و محور هم هست که حالا تو کتاب شما. بریم سراغ غرغره. میگه آقا غرغره ها وسیله هایی که ما باش میتونیم در واقع اجسام سنگین رو چکار بکنیم؟ جا به جا بکنیم. به خصوص تو ساختمون سازی، برد سازی، اینا ازش خیلی استفاده میشه. خب یکی دیگر از خب دستگاه میگیم غرغره چرخی است که حول محوری آزادانه میچرخد و شیاری دارد که تنابی از داخل آن عبور می کند.
ترکیب مناسب چند قرقره به راحتی می توان با نیروی کوچک چیکار کرد؟ جسم سنگینی را بلند کرد. خب قرقره پس چرخیه که حول محوری آزادانه میچرخه، شیاری داره که تناب ازش رد شده. قرقره رو ترکیب کنیم میتونیم یه کارهایی انجام بدیم. اما قرقرات اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، قرقره ها دو دستن. قرقره ارزم به حضور شما ساده، قرقره مرکب. قرقره ساده، قرقره خود قرقره ساده دو دسته تقسیم میشه. الف قرقره ثابت، قرقره چی؟ متحرک. پس ساده و مرکب، خود ساده قرقره ثابت، قرقره متحرک. ما این ستاره توضیح میدیم ثابت چیه، متحرک چیه، مرکب چیه، مزیت مکانیکی هر کدومش هم ابتدا چکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. ابتدا بریم سراغ قرقره ثابت. قرقره ثابت هرگاه قرقره را به کمک قلاب آن به مکان ثابتی وصل کنیم، قرقره را ثابت میگویند. پس هر وقت قرقره بکنن قلابش به مکان مثلا به سقف اتاق ثابتش کنیم، به این میگیم قرقره ثابت. نکته در قرقره ثابت، در قرقره ثابت اگر از وزن تناب خود قرقره و استکاک چکار کنیم؟ صرف نظر کنیم. پس از خود قرقره و تناب و استکاک تناب با شیار چکار کنیم؟ صرف نظر کنیم. نیروی کشش تناب، تناب یه نیروی کششی داره دیگه، نیروی کشش تناب در دو طرف قرقره، قرقره ثابت است. الان شک میکشم این بچه ها بگید شما یه تنابی رو به یه صندوق بس کردید میکشید، من به سر تناب یه نیروی وارد میکنم، درست؟ این نیرو به اون یکی اون سر تناب هم همون نیرو دوباره بهش وارد میشه. یعنی اگه به این سر تناب 100 نیوتن نیرو وارد شده، به اون سر تناب هم دوباره 100 نیوتن نیرو وارد میشه. خب عکس قرقره ثابت اگه بخوایم رسم بکنیم، عکس قرقره ثابت رو اگه بخوایم رسم بکنیم براتون، این سقف اتاق اگه در نظر بگیری یا یه محلی که قرقره رو بهش بس کردیم، این قرقره ما، این یه محور داره، این هم چرخشه، با یه قلاب قرقره به این سقف وصل است. از شیار چرخ گفتیم چی رد شده؟ تناب یا نخ رد شده، درست شد؟ این از این. اینجا محور هست، این محوره، این هم که چیه؟ چرخه، که از شیار چرخ تناب در واقع یا نخ رد شده، این هم تناب. به یک سر تنابمون جسمه بسته که میخوایم چکارش بکنیم؟ جا به جا کنیم، جسم یا همون نیروی چیه؟ مقاوم. نیروی مقاوم با چی نشون میدادیم؟ F2. حالا ما تو قرقره بیشتر با آر نشون میدیم، نیرو مقاوم با آر، یا همون در واقع اف چی؟ دو بود. اما اینجا نیرویی که ما وارد میکنیم،
نیروی ما رو با چی نشون میدن؟ F1 یا با E. توی قرقرها بیشتر با E نشون میدن، یا همون F1 نیروی محرک. خب آقا ما نیروی محرک رو وارد میکنیم، جسم حرکت میکنه رو به بالا، درست شد؟ نخی از وصل شده به یک جسم وصله و ما جسم محور و چرخ. خب اهرم‌ها یه تکیگاهی داشتن دیگه، قرقره هم یه تکیگاهی دارن. تکیگاه تو قرقره سابق چیه؟ حول چی میچرخه؟ حول محور میچرخه، این چرخ کوچیکه، حول محور. پس تکیگاه توی قرقره سابق چی هست؟ محور قرقره است. خب نکته، اولا مزیت مکانیکی چنده توی قرقره ثابت؟ یکه. در مزیت مکانیکی قرقره ثابت یک است. پس یادتون باشه قرقره کوچیک باشه، بزرگ باشه، شعاعش کم باشه، زیاد باشه، مزیت مکانیکی قرقره ثابت یک است. چرا؟ چون نیروی محرک و مقاوم در دو سمت با هم چی هن؟ با هم برابر هستند. یعنی اگه این جسم 40 نیوتن باشه، ما هم با 40 چند نیوتن اونو میکشیم؟ 40 نیوتن. این اگه 20 نیوتن باشه، این هم چقدره؟ 20 نیوتن هست. پس F1 و F2 با هم برابر، یا در واقع بگیم R و E با هم برابره. خب بیایم مزیت مکانیکی رو حساب کنیم. آ مزیت مکانیکی، مزیت مکانیکی چی بود؟ نیروی مقاوم تقسیم بر نیروی محرک، یعنی آر به روی ای. خب آر و ای هم که با هم چی هن؟ برابرن. پس حاصل میشه چند؟ یک. پس تو قرقره ثابت مزیت مکانیکی ما یک هست. نکته بعدی، در قرقره ثابت همونطور که گفتیم تکیگاه محور چرخه، محور چرخ است. این محور تکیگاهه. خب اگه این محور باشه، این اگه محور باشه، خب این نیروی محرک ما، فاصلش تا تکیگاه میشه بازو دیگه. این پس میشه چی الان؟ بازوی رنگ دیگه نشون بدم، این الان میشه بازوی محرک، این میشه بازوی محرک. این نیروی مقاوم ما، فاصلش تا تکیگاه میشه بازوی مقاوم. خب این بازوی محرک چیه؟ این دایره چیه؟ این چرخه شعاعشه دیگه. شعاعه با چی نشون میدید شما؟ آر کوچیک. پس آر متا آر ای، چون نیرو محرک باید. این بازوی مقاوم با چی نشونش میدیم؟ آر آر، نیرو مقاوم. پس توی این بازوهامون همون شعاعه چرخه. شعاعه مگه با هم برابر نیست؟ پس مزیت مکانیکی میشه چند؟ یک، چون بازوها با هم برابره. پس در قرقره ثابت تکیگاه محور چرخ است و شعاع چرخ برابر با بازوی محرک و بازوی مقاوم است. آر ای مساوی است با آر آ. اینا بازوان، یا همون در واقع دیک و دیدوی خودمون. در نتیجه بازم مزیت مکانیکی میشه چی؟ دیک به دیدو، یعنی آر ای به آر آر که با هم برابر میشه یک. هم از طریق نیروها مزیت مکانیکی میشه، هم از طریق بازو. این خلاصه قرقره ثابت. پس یه قلابی داره که قرقره رو به یه سقفی وصل کرده، از شیارش تنابی رد شده، به یک سر تناب جسمه، یک سر تناب هم که ما نیرو بهش وارد میکنیم. نیروی ما رو به پایینه، اما حرکت جسم رو به بالا، جسم رو به بالا میره. خب شده یک،
گفتیم وقتی یک بشه یعنی چی؟ چجوری به ما کمک میکنه؟ با تغییر جهت نیرو. پس این قرقره، قرقره ثابت با تغییر جهت نیرو به ما کمک میکنه. نیرو ما رو زیاد نمیکنه اما نیرومون رو تغییر جهت میده. این خلاصه در واقع قرقره ثابت بود. بی زحمت باز کن ببین اگه تو قرقره ثابت سوالی هست. البته این انتقال نیرو هم هست، تغییر جهت نیرو، انتقال نیرو هم که هست. اکثر ماشین ها انتقال نیرو رو دارن. خواهد چه تو قرقره ثابت اشکالی نیست؟ خب یه چیزی من بگم، من که این تناوب میکشم پایین جسمم میره بالا، سرعت کشیدن من بیشتره یا سرعت بالا آمدن جسم؟ سرعت کشیدن من بیشتره یا سرعت بالا آمدن جسم؟ با هم برابره. مگه مزیت مکانیکی یک نیست؟ پس سرعت این دوتا با هم دیگه، و چون مزیت مکانیکی یه راه دیگه به دست آوردن از طریق سرعته، یعنی جابجایی نیروی محرک، جابجایی نیروی مقاوم. اینا این یه متر میره پایین و هم یه متر میاد بالا، پس سرعتاشون با هم برابره. پس یه نکته دیگه باز از قرقره ثابت بگیم. خب یه نکته دیگه از قرقره ثابت، نکته سرعت جابجایی نیروی محرک و جسم در قرقره ثابت با هم برابر است. خب سرعت رو با چه نمادی نشون میدیم؟ وی دیگه ها. پس وی آر با وی ای برابره. اگه اون 10 متر بر ثانیه است، اینم 10 متر بر ثانیه است. چه اصطکاک وجود داشته باشه چه نداشته باشه، این نکته هستش. اینم از آخرین نکته در تبا قرقره ثابت. خب بریم سراغ قرقره متحرک. خب قرقره متحرکم 5 دقیقه‌ای ببینیم میتونیم تمامش بکنیم. خب قرقره متحرک رو میذاریم برای جلسه بعد، به خاطر اینکه حداقل 10 دقیقه زمان میبره. پس درسمون میشه تا سر قرقره متحرک. جلسه بعد قرقره متحرک رو میگیم، بعدش هم ترکیب قرقره ها رو میگیم که اون دیگه از همه سخت‌تره. ولی تو این فاصله ای که داریم بریم یه تمرین هم مزیت مکانیکی باز حل بکنیم از اهرما. خب یا یه دونه از همین قرقره ثابت یه تمرین حل بکنیم. تمرین عرضم به حضور شما که سوال ورودی نمونه دولتی سال 95 بوده. این سوال میگه این اگر قطر قرقره ثابتی 4 برابر شود، اگر قطر قرقره ثابتی 4 برابر شود
مزیت مکانیکی آن چهار برابر، دو برابر، سه، هشت برابر، چهار تغییر نمی کند. خب ورودی نمونه دارد تغییر. چرا؟ اصلا اونو نگو یک. آقا مزیت مکانیکی غیر ثابت گفتیم همیشه چنده؟ یک. مزیت مکانیکی غیر ثابت همیشه یک است. تموم شد. حالا اینو میخوای چهار برابر کن، دو برابر کن، چون شعا به قول شما برابره دیگه، شعا باید برام دیگه تقسیم بشه، شعا هم که با هم برابره، شعای ای با شعای آر برابره، همیشه یک. تموم شد. پس جواب گزینه چهار. یعنی کمتر از یک ثانیه میتونستی این تست رو چکار بکنی؟ جواب بدی. خب اینم از این. حالا یه سوالی دیگه اصلا اینجا اومده، این مال استان فارس بوده خرداد. دوباره به دفتر غیر میگه مزیت مکانیکی کدام یک با بقیه متفاوته؟ انبردست، غرغره ثابت، غرغره متحرک، غرغره مرکب. انبردست که دیدید مزیت مکانیکیش از یک بیشتره. غرغره ثابت مزیت مکانیکیش چنده؟ یک. غرغره متحرک چنده؟ حالا درس جلسه بعدمونه، ولی قطعا شما خوندید تو مدرسه. غرغره متحرک چنده مزیت مکانیکیش؟ دوه. قضیه متحرک دوه. مرکب چی؟ اونم تازه بیشتره، یا از یک بیشتره، حالا یا دوه یا بیشتر. پس کدوم فرق داره؟ غرغره ثابت. غرغره ثابت یکه، ولی بقیه هم از یک بیشتره. گفته بود که مزیت مکانیکی کدوم با بقیه فرق داره؟ غرغره ثابت، انبردست، متحرک، مرکب. غرغره ثابت یکه، ولی بقیه اونا همه از یک بیشتره. به همین سوال به همین راحتی. خب دیگه وقتمون هم تمومه. ایشالا بس بچه ها جلسه بعد غرغره متحرک و غرغره مرکب رو خدمتون خواهیم گفت. سوالی نیست بچه های خونه؟ بسیار خوب، همه شما رو تا جلسه بعد به خدا می‌سپاریم. من فکر می‌کردم امروز غیر غیرم می‌گیم، ولی اعتقاد نه.